اوردن تغییر در دسترخان مردم شعار تغییر وضعیت اقتصادی رهبرای حکومت وحدت ملی بوده است. اما واقعا این شعار چقدر عملی شده است؟ پرسش که رهبران حکومت وحدت ملی در نشست سام یا نشست مقامای ارشد کشورهای کمک کننده به روز شنبه در کابل پاسخ خواهند داد. حکومت وحدت ملی در نشست لندن بر ایجاد یک طرح اصلاحی در زمینه های حکومتداری خوب مبارزه با فساد، تأمین امنیت، حمایت از حقوق بانوان و کودکان و رشد اقتصادی این کشور به جامعه جهانی تعهد کرد. در گفتمان امشب در کنار این موضوعات به وضعیت تغییر دسترخوان مردم خواهیم پرداخت. مهمانانم در بحث امشب دکتر محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و رئیس نهاد خدمتگذاران کابل سید مسعود استاد دانشگاه دکتر نوراقار روین آگاه مسائل اقتصادی و احمد زیار رفعت استاد دانشگاه مهمانان گرامی بسیار زیاد خوش آمدین به گفتمان بحث با شما, شما آغاز میکنیم آقای رفعت واقعا این شعارهایی که حکومت وحدت ملی همواره سر دادن به خاطر ایجاد تغییر در دسترخان مردم و تغییر وضعیت اقتصادی مردم این شعار چقدر عملی بوده؟ با سلام بر شما مهمانان برنامه و بینندگان عزیز تلویزیون خب در این جای شک و تردید نیست که وضع اقتصادی مردم روند رو به نزول داشته در ماهای اخیر کاهش در شغل کاهش در سرمایه گذاری اما به یک نکته اصلی باید توجه داشته باشیم که کمتر آگاهان با آن پرداختند یا حتی موضوع گفتمان رسانه ها بوده آن اینکه بخش اصلی مشکل ضعف شدید اقتصادی فیلی میراس حکومت آقای کرزی هست به این معنا که به دوسه نکته توجه میکنیم بعد میرسیم به اینکه چرا حالا وضعیت این گونه است خب بسیار شنیده میشه که در وقت آقای کرزایی و از بهتر بود حالا خراب شده ببینید در زمان آقای کرزای نزدیک به 150 هزار سرباز خارجی داشت که اینها یک بخش زیاده از وضعیت اقتصادی افغانستان تامین میکردن بخشش مستقیم بخش غیر مستقیم از قراردادهایی که با اینها بوده تا اینها رنگمال کار داشتن کوپی کار داشتن نجار کار داشتن گلکار کار, کار داشتن چی این پولی بود که تزریق میشد به جامعه ترجمان و اینا یک بخشش هم نهادهای خارجی زیاد در افغانستان بود که آنها به سهم خود پول تزریق میکنند در درون جامعه اینها اقتصاد کاذب یعنی اگر حکومت آقای کرزی حکومت اقتصادگرا می بود قطعا میتونست پیش بینی کنه که در یک زمان معین این تعداد سربازان خارجی در افغانستان نمیمانند بیرون میشن این تعداد نهادهای خارجی نمیمانند خب پس این اقتصاد یک اقتصاد هست که موقت است جایگزین چی باشه از فرصت و امکان های به وجود آمده در زمان آقای کرزی برای زیر های اقتصادی چنان که باید هزینه نشد مسئله دیگر مسئله کم توجهی به حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان و مسئله سوم فساد بی سابقه مالی بود در بحث فساد زیاد فساد فساد گفتید کافی است که یک نکته عرض کنیم که مردم آگاه شد کم از کم بیشتر از 5 میلیارد دلار بیشتر از 5 میلیارد دلار از پول دولت به جیب دو تن از والیان یک تن از وزیران مالی آن زمان و یک تن از رئیسان دفتر آقای کرزی رفته است معنای این سخن چیست با 5 میلیارد دلار ما میتونیم 50 هزار مکتب در افغانستان اعمار کنیم با 5 میلیارد دلار ما میتونیم 50 هزار نفر در خوبترین دانشگاه های امریکا معرفی کنیم برای آموزش در مقطع ماستری و دکترا به این معنا که حالا در 25 وزارتخانه افغانستان در هر وزارت ما کم از کم 2000 ماستر و دکتر داشتیم که از دانشگاه های معتبر جهانی خود خب در زمان رئیس جمهور بدون شک کارهای بنیادی صورت نگرفته مم. و همواره آگاهان نقد میکنند ولی حداقل آقای اشرف غنی به عنوان دکتورای اقتصاد حتما پیش خود داشت و برنامه های همیشه مطرح میکرد به خاطر ازی که بسیار مطمئن بود که میتونه تغییرات در دسرخان مردم بیاره وضعیت اقتصادی را به صورت بنیادی تغییر بدهد. با. اما مشکل در کجا است چرا به اون شعاری که داد موفق نشد یک بخش مشکل بر میگرده به مردم افغانستان یک بخش به رهبران حکومت ملی وحدت ملی مشکلی که به حکومت رهبران به رهبران حکومت وحدت ملی بر میگرده به خصوص آقای اشرف که مدعی بود که ما یک حکومت اقتصادگرا مدیریت میکنم در واقع متوصل به نوع امام فریبی شد آقای غنی در زمینه اقتصاد کمترین دانش لازم نداره <تصفح> اما چونان معرفی شده بود که گویا یک اقتصاددان است سایر رهبران حکومت وحدت ملی هم وضعی بهتر از این نداره آنچه به مردم افغانستان برمیگردند این است که مردم به همین حکومت وحدت ملی رای داده بر روی کار آورده پس ضعفی که به مردم برمیگردد ضعف شناختی است یعنی مردم خوب فریب خوردن به آسانی هم فریب خوردن وقتی در کشور میگویند فلانی مغز متفکر دوم است هیچ کس نمیپرسه مغز متفکر اول جهان کی است ملت با این وضع ملتی که هنوز دا انقدر اینقدر در جهان اختراع و اکتشاف و و از تیوری ها هست امی در افغانستان آن کیست که میتونه در انبوه از این اختراع و اکتشاف های جهانی جایگاه دوم داشته باشه ببینید این بحث میگرده به مردم افغانستان حالا یک نکته بسیار جالب که ببینید در کجای حکومت قرار داره معاون نخست حکومت آقای جنرال دوستوم است آقای جنرال دوستوم امروز سخت مورد توجه جامعه قرار گرفته تعداد از مردم دعا میکنند که در این شب ولادت خدا نکنه که آقای دستم کشته شه که باز چی میشه این تشویش من اما جالب است این آقای دوستم یک شخص بی است امروز وضعیت در سطح رهبری حکومت و وحدت ملی چنان است که امید مردم به به این بسته شده که منجیشان میتونه یک بیسواد باشه حالا شما جایگاه آقای غنی و دکتر عبدالله و دیگران را در این رکوت بینید اینا در کجای کار, کار این ده. همش ناشی میشه از مو هایی که جنبه عملی نداشته مردم خسته شدن از شنیدن شعار چون آقای جنرال دوستم رفته به شمال و کارهای نظامی کرده گویا مردم عمل آقای دوستم و امیدوار شدند امیدوار شدن. یعنی میخوایم بگیم که آل اینا که مد... مده فکر و اندیشه و تفکر و وضع برنامه هستند هیچ مورد توجه مردم نیستند بعد در مقایسه با آقای دوستوم شما نگاه کنید که یک دوستوم بیسواد اینا از سطح بیسوادی هم پایین تر حالا در ا... ا... افکار عمومی جایشان است و این فاجعه بار است یک نکته جالب همین دو روز پیش در جلسه علمای دینی آقای اشرفغنی از علمای دینی خواست که برای مبارزه با فساد اداری یک اجماع ملی جا چه و اینها در این مبارزه او را کمک کنند حالا میپرسیم از آقای اشرف شما چگونه از ملا میخوان که با فساد مبارزه کنند؟ یعنی چی کنند ملا سرمایه گذاری کنند؟ ملا ها والی هایی که فاسد هستند ازل, ب... کنند؟ والی ها کسان علمای دینی کسانی که رشوت میخورن اختلاط یا رو به زندان بود؟ عالم دینی چی یک دعا میتونه بکنه که بدون این هم آلمان دینی روز پنج وقت دعا میکنن که خدا واسه مملکت درست کنه نفس این که رئیس جمهور مملکت میایه از آلمان دینی میخواد که شما از من حمایت کنید نشان میده که یک حکومت بی برنامه است و فوق العاده بی برنامه مگر اگر حکومت کسی را به جرم رشوت و فساد و اختلاط زندانی کرد باز این عالمان دینی خواهند گفت که این درست نیست از لحاظ اسلامی یا خواهند استاد در برابر این گفت که نه از مسلم است که آلمان دینی حمایت بکنه بس ببینید هنوز حکومت هیچ طرح و برنامه برای بهبود و از اقتصاد نداره تنها حکومت است که تفاوتش با حکومت آقای کرزای در این است آقای کرزای هم بد کار میکرد هم بد حرف میزد آقای غنی بد کار میکنه یک مقدار خوبتر حرف میزد تشکر دوباره با شما برخواد گشتیم آقای مسعود میشه شما بگن که حکومت وحدت ملی چرا نتانسته تغییرات عدقل اگر کلی را نمیتونن یک تغییرات نسبی را به وجود بیارند در افغانستان و شارهایی که داده شد در قسمت تغییر دسترخان مردم در قسمت تغییر وضعیت اقتصادی ظاهرا دیده میشه که عملی نبوده بسم الله الرحمن الرحیم سلام سلام بر محمد و آل محمد سلام بر شما و سلام بر استاد عزیز از معزز استفاده میکنه استاد اجازه میرم از پیشون. خدمت شما عرض شود که عمدتاً به دوام حرفای گذشته عمدتاً ما از درون یک اقتصاد اتکایی بیرون آمدیم با این که در 14 سال کامل اقتصاد افغانستان اتکا بر کمک های خارجی و به اساس در قیبن روند یا پروسه بسیار شدید کمک های خارجی و دفاع از افغانستان آنم به صورت یک جانبه و نه به شراکت وسیع مردم افغانستان بوده از این لحاظ پیشبینی های ما درست از آب آمد که ما در سال های 2014, 15 و 16 جدکه های بسیار کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی خواهد خوردیم با منظور رفتن به سوی یک حرکت مستقلانه و سوی یک حرکت رهبری مستقلانه روزهای اول کامپاین من فکر نکنم کسی هم مخالف بود که چنین نظام نبیه ما در حقیقت فکر میکردیم که نبی حرکت هایی که بزرگوارا انجام میتن شاید هم بشکریش کشتی بشکسته ما از یک که آرام آرام آمده و یک پرده سیاه بین جهان و افغانستان کشیده شاید بیرون بکشه و روشنایی دوباره به وجود بیه و در حقیقت ما بریم حرف را از لوای تولید داشته باشیم در برنامه اقتصادی که کمی عمیق‌تر بریم در برنامه اقتصادی هر دو بزرگوار مسئله استخدام و فقر مطرح است سوال پیش میشه که اول برای سوال پیش است برای کل دنیا بر کل شما هم که چرا حرکات به خاطر زدودن فقر و حرکت استخدام صورت نگرفته با وجودی که در درون از اینا بوده و نمی حرکت های استراتژیک موابانه نه استراتژیک داشته باشند صورت گرفته عمدتا مشکل ما در درون از است که میار ما و اندازه گیری ما که چرا نتونستیم استخدام بلند بردیم چرا نتونستیم که فقر را دویم مسئله اقتصاد روستایی است که تا هنوز مطرح نشده به این معنی که هیچ دولت تو هنوز بعد از دولت داودخان تا امروز هیچ دولت در اقتصاد روستا انگوش نمانده روستا منبع اساسی تایی مواد روستا منبع اساسی تایی انسانی مسئله منابع انسانی روستا منبع اساسی حرکات اقتصادی و در جلوگیری از یک مهاجرت و ایجاد یک رشد و انکشاف اقتصادی اجتماعی مطابق با وضع تمامی کشورهای رو و عقب مانده به خصوص کشورهای عقب مانده ترین است که ما هستیم خب اینکه اقتصاد روستایی به این حد مهم است و با اهمیت است چرا در 13 سال گذشته کارهای بنیادی نشده در قسمت زراعت و در در روستاها کار می شد از امیل از از که روستا ها رو می شامل میکنین. ما ما که موقعی که ما کارهای زیربنایی و تعدابی و اساسی انجام ندادیم موقعی که ما سرمایه تجاری را ترجیح دادیم نسبت به سرمایه تولیدی و سنتی موقعی که بازارهای شما مملو شد از تمامی کالاهای تمام دنیا و درآمد شما هم به وجود آمد از طریق منابعی که پیشتر جناب استادم گفتن که از طریق منابع هنجوهای بزرگ و در حقیقت منابع کلان به گفته اوباما یک تریلیون دلاری که آدم شاخ میکشه وقتی که مشنوه که در افغانستان در 14 سال یک تریلیون دلار مصرف کردن که به گفتی برنده جایزه صلح از امتدی آمریکا میگه ما 6 تریلیون دلار در بر دو کشور مصرف کردیم عراق و افغانستان که اگر ما 50 درصد بگیریم با اساس گفتی او عالم و دانشمند ما 3 تریلیون دلار تنها افغانستان در 14 سال مصرف شده که دی 3 تریلیون دلار ما میتونستیم که گام های بسیار بزرگ حتی غیر مترقبه را بلند ببریم که در حقیقت تعجب انگیز می دنیا که ما نکردیم چرا نکردیم ما در تولید کم احساس کردیم ما گفتیم که چیزهای وجود داره کالای از بیرون میاد منابع وجود داره پول وجود داره پول داده میشه ضرورتش نیست به اون طرف بریم و سرمایه تجاری در مفاد خود نظر سرمایه صنعتی دعوتشان بلندتر میدید اما از... فکر که این پیش و ای بررسی در میان رهبرای حکومت وحدت ملی وجود داشته که به سرنوشت ما دچار میشیم بالاخره کشورهای کمک کننده مجبوریت ندارن که برای دوامدار ما را کمک کنن یک روز بار به سری خود از افغانستان برمیدارن و دیگه کمک نمیکنن یکی از های جالب همی از جناب استاد که در مجلس که ما در, در مجلس شورای عالی اقتصادی افغانستان که آقای غنی هم عضو از اونا بودن مستقیما یکی از های غنی هم همی بود که باید به سوی تولید رفت و در حقیقت اونا برای یک عیاشی نامدن و همیشه افغانستان لب سایل نیست که مردم بیاید به خاطر ازی که اینجا عیاشی بکنن پول خرچ کنن سرانجام خواست رفتن از این فکر میکنم که در با وجود داشتن چنین مفکوری که بزرگوارا دارن نو شما اطلاعات تنبلی به خاطر رفتن چنین چیز شما میبینین ما میخوایم که خدمت شما عرض کنم که عمدتا نسخه های اشتباه میزی که در گذشته ما انجام دادیم و تا هنوز هم تعداد آدم ها سرود تاثیر برد و فشار برد میگن که درست است ما را به سمتی برده مثلا نسخه کوریا جنوبی، اندونزیا، فیلیپین و غیره که در زمان جنگ سرد در قطع نوی حرکات خود انجام دادن افغانستان کاملا وزیدگی داره افغانستان کاملا وزیدگی است که نباید چین حرکت میکنه میبینید که ما در, در, در قانون سازی خود وقتی ما ماده در نظام مارکیت انتخاب میکنیم هیچ کس نمیفهمه که اگر ما شکل نظام در ماده ده گرفتیم نوی علنکل نظامه نظام در ماده یازده هم است که در قد نمول لیبرالیزم مداخلوی است یعنی وقت گرفت که ده سال که ما تنها از ماده ده اساسی به ماده یازده اساسی بیم در قد نو کمفکری و کوتاهی فکر تعلیلی از از نظام بود که ما اون انتخاب کردیم که ما میگم که در اول اشتباه و بعدا باید, باید و کار میکردیم. حزیل ما میگم که عمدتاً وقتی شما استخدام نشانی میکنین و فقر نشانی میکنین و به او نمیرسین باید میارات خود داشته باشین چرا در وضع حال را واقعا ما این تبلیغ میکنیم برای زد دولت خدا نخواسته یا یا راست است شما متوجه باشین که وقتی شما بیکاری را مطرح میکنین که به 65% میرسد وقت سرمایه گذاری را شما با 35 کاهش مطرح میکنین وقت درکت فرار سرمایه را شما با 4 میلیارد دلار از افغانستان با ما مطرح میکنین وقتی کاهش سرمایه گذاری خارجی را تا بسیار مطرح میکنین معنا داره که رابری افغانستان تا نه در نده گذشته نده امروز مزیت نسبی اقتصادی افغانستان را مطرح نکردن ما میخوایم که در اینجا با اجازه استاد بویم که ما مزیت منطقوی مزیت نسبی منطقوی باید در افغانستان نشان میدادیم و باید بتیم که تو هنوز ندادیم مانا که تمامی ساعت شما یک ساعت پر از خطر نیست در سرمایه گذاری متوجه شد از لاز اقتصادی شما امتحان به سرمایه گذاری دو چیز کار داره دو چیز همیت درست و یکی همیت فیزیکی است و در قطع همیت احساسی که باید قوانین و غیره است که شما اجازه میدن در قسمت, در قسمتی از خاک شما این امنیت وجود نداشته نه از فیزیکی و نه از لازم قوانین در قسمتی از خاک شما وجود داشته و در قسمت خاک دیگه شما تا با کم امنیت میتونستن چیز به وجود بیارین بعد از اینکه وقتی که قوات دشمن بیرونی عامل بیرونی و عامل درونی نقطه را نشانی میکنه که اون نقطه در حقیقت نقطه میتونه شما را بباره و سوی اوج اقتصادی شمال مانا داره که سوال پیش چرا شمال مورد حمله قرار میگیره چرا جایی که تولید صورت میگیره حمله صورت میگیره و در پالوی ازی این بازم از دولت پرسان میکنم که آیا دارد به برام جواب بده که ما دارد برای سوال کردیم کایا آیا درست است که ما در این سر سرمایه کوچک خود بایی باز و بای وضع اقتصادی خود ما بریم باید سرمایه گذاری کلان 4 میلیارده خود بند پردیم یا بریم به سوی سرمایه متوسط و کوچک که بتونه در حقیقت کار انجام بده شما همیال در زلوی متدی آمریکا پینجا و چار فیصد شما بزنس کوچک است این بزنس کوچک است برای شما کارگر ایجاد میکنه برای شما امنیت ایجاد میکنه برای شما کار ایجاد میکنه ثبات اجتماعی به وجود ثبات سیاسی ایجاد میکنه در غیر صورت که شما از بزنس کوچک خطاب بخورین و این بزنس کوچک نتون انباش سرمایه را بر شما بر, بر سرمایه متوسط و سرمایه متوسط انباش سرمایه را بر سرمایه کلان ایجاد نکنه شما راسن به خود چسبیدن تنها تبلیغ سیاسی است من فقط یک جمله زیاتر میکنم شاید. که یک جمله زیاتر میگم که یاد نره امضای قرارداد امر مساینک امضای قرارداد باجیگک امضای قرارداد در 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 تنها حرکات سیاسی بوده نه حرکات معقولانه اقتصادی بلکه در درون از صدها مشکل وجود داره که فقط چند روز پیش آقای غنی خودش مجبور شد چنین بویه که ما در قرارداد اشتباه نمودیم این قرارداد قرارداد درست نیست تشکر دکتر روین آنچه که استاد اشاره کردن که برنامه مدوان و درست اقتصادی در قسمت تغییر وضعیت اقتصادی وجود نداشته استاد هم اشاره کردن که روی استخدام توجه نشده و در قسمت فقر زدایی اصلا توجه صورت نگرفته و کارهایی هم که صورت گرفته در تق... تق... قسمت تغییر نظام اقتصادی همیش یک گام های نمایشی بوده فکر میکنین چرا رهبرای حکومت وحدت ملی بالاخره نتونستن که تغییر را در قسمت وضعیت اقتصادی در افغانستان بیرن بسم الله الرحمن الرحیم با عرض و حرمت احترام به همه دوستان در رابطه با این موضوع عرض بکنم که بعد از اینکه حکومت جدید 13 سال قبل به وجود آمد مسلما اصلا نظام سیستم در اینجا وجود نداشت یک نظام بسیار متلاشی و به اصطلاح گناه گونه حاکم بود بر سرنوشت افغانستان که سیستم اقتصادی یک سیستم اقتصاد مافیایی مبتنی بر مواد مخدر بوده وضعیت تولید نبود بعد از حکومت جدید به وجود آمد باید یک مقدار از لحاظ فکری و از لحاظ عملی جامعه افغانستان مورد درجابی و بررسی قرار می گرف. نظام مارکی در دنیا به صورت عامش تا امروز یک نظام موفق بوده اما متناسب با وضعیت های اقتصادی جامعه و متناسب با واقعیت اقتصادی جامعه باید تنظیم و ترتیب که متاسفانه با دلایل گوناگون عدیده این موضوع شکل گرفت از یک طرف افکاری تون نبود که افکار اصلاحی به وجود نامده باشه مو آوان اما افکار زمینی انکشاف پیدا نکرد زمینی تعمیم پیدا نکرد که در نهایتش مخالفت های سیاسی و اونمو تنظیم های موازنه قدرت در وجود گروپ های معین بلاخره جلو از کار گرفتن اشخاص افراد فهیم و در راکم که میتونستن این موضوع را انکشاف بتن به کشیده شدن مثلا افغانستان از لازم حوزه اقتصادی باید تقسیم شده در ابتدا حوزه حوزه بندی می هر قسمی که گفته شد از لحاظ مزیت نسبی افغانستان در حوزه مختلف مشخص می شود. موضوع زی ساخت اقتصادی در این شکل می گرفت و به می ترتیب بخش انگیزشی و بخش به اعتبارای مالیاتی برای بخش تولیدی ایجاد می که تا امروز متاسفانه اعتبار مالیاتی بر سرمایه گذاری وجود نداره و به می در رابطه با انگیزش هم زمین های انگیزش ایجاد نشد حالا کشورهایی که ما در بست بعض در بست اگر نفیه بکنیم همه چیز فکر میکنیم یک نو برخورد میخواهیم کی خواهد کردیم با پدیده اقتصادی و مسائل اقتصادی بخاطر اینکه بعض کشورها به خاطر ایجاد تولید در جامعه انگیزه میتن مثلا پروژه رو خودشان ایجاد میکنن و بعدا در بین چند شرکت بر رقابت میندازن جنوب شرق آسیا واقعا یک تجربه بسیار موفق از این ناحیه داشته که تولید خدا تولید داخلی خدا انکشاب بدن و رشد بدن در این شکلی نیست که تولید داخلی خودش میتونه بر وضعیت اقتصادی اثرگذار باشه اما چه عوامل و چگونه میتونیم که می تولیدات داخلی را ما افزایش بدیم شیوه های عملیش یا کارهای عملی که به قسمت صورت بگیره چی متاسفانه در پاروی از یک سل عوامل بیرونی قسمت دوستا گفتن عوامل بیرونی یک مقدار مشکلات ایجاد کرد اما مدیریت دقیق مالی سیاست مالی و پولی در داخل افغانستان هم صورت نگرفت شما چند روز قبل از طریق وسایل اطلاعات جمعی اطلاع پیدا کردین که مسئولین بانک مرکزی میگه تولید ناخالص داخلی ما هم رشد نمیکنه و از کمک های بین المللی قطع شده فلاحاز و هیچ رای دیگه وجود نداره جز که دلار سود بکنه و این واقعا افتضاع است یک نوع انفعال فکری و علمی است از لحاظ اقتصادی به خاطر اینکه ما بانک مرکزی وقتی که مدیریت پول میکنه حجم پول میکنه سیاست های معین در اختیار داره که با اون سیاست ها میتونه واقعا تاثیرات رو بالای متغیرهای دیگه اقتصادی بگذاره بالای تجارت بگذاره بالای بخش مالیاتی بگذاره و بالای رشد و انکشاف بگذاره اما با کمال تاسف که امی مسئولین عملی امی جامعه از فکر اقتصادی و از متحولا و, و متغیرای اقتصادی تاثیر گذار در رابطه با پول و مدیریت پول همه قدر بیچاره هستند که حتی کسایی که آخرین افغانی را در جیب داشتن و در خانه داشتن اونا تلاش کردند که در بازار برن و رو به دلار تبدیل بکنن به خاطر از یک مسئول دولت وحدت ملی ایر ابراز میکنه که دلار رو به سعود است روی هم رفته معدودیت فکری و عدم تجارب لازم و ناتوانی استفاده از امکاناتی که وجود داره و صلاحیت هایی که دارن عدم به استفاده از های معنیش حالا اینکه دنیای بیرونی همی به اصطلاح چرخ های تجاری را چرخ تجاری را همیشه مهار کردن همیشه تورم بوده همیشه بیکاری بوده همیشه مشکلات بوده اما در نهایت با این می در مقابل چرخهای تجاری در مقابل این نوسانات در مقابل مثلا تورم لجام گسیخته و, و در مقابل سود قیمت ها با وسایل متغیرهای سیاسی و با سیاست های پولی و سیاست های مالی دقیقا جنگیدن در این اواخر از طریق تلویزیون شما موضوعات مربوط به مالیات مطرح میشه که مسلمان یک بدنی سیاست مالیاتی است که دولت نو آغاز کرده او یک چیز خوب است مثلا اگر دو جهت اما چرا رهبرای حکومت وحدت ملی حداقل در یک سال که سپری شد نتونستند بالاخره تغییرات را در وضعیت اقتصادی بیارن بدلیل دلیل اینکه اول آگاهی لازم قسم گفته شد از مسائل اقتصادی و علمی و علم مدرن بانکداری مدرن و مسائل اساسی اقتصادی متاسفانه وجود نداره و ثانیا همین نظام یک نظام پارادوکسیکال است یک, پر... یک نظام متضاد است که موجودیت دو تیم کارکردی که دیگه شخونسا میکنه روی هم رفته اشخاص افراد معین که مورد حمایت تیم سیاسی معین قرار داره ولو که بفهمه یا نفهمه کیفیت لازم علمی فکری برای مدیریت داشته باشه مدیریت اقتصادی داشته باشه یا نداشته باشه باید در جایی که تقسیمات شده در اونجا جا جا شود روی هم رفته طرف دیگه نمیتونه به این پاسخ لازم تشکر جناب فرهنگ میشه بگوین که حال رهبرای حکومت وحدت ملی با آنچه که در بحث امشب اشاره شد که کارهای بنیادی در قسمت تغییر وضعیت اقتصادی به میان نیامده در حالی که رهبرای حکومت وحدت ملی در نشست لندن به جامعه جهانی تعهد سپردن بر تغییر وضعیت اقتصادی و رفاه مردم حال که روز شنبه قرار است نشست گزارش برگزار بر گزارش و رهبرای حکومت وحدت ملی گزارش بدن به کشورهای کمک کننده که کارهایی که انجام دادن و تعهداتی که داشتند. فکر میکنین چی دستاورد در رهبرای حکومت وحدت ملی به کشورهای کمک کننده گزارش میده بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما میمانان گرامی و بینندگان محترم من گفتار خود از یک اشاره که استاد مسعود کردن از اینجا شروع میکنم اینا گفتند که متاسفانه و واقعیت هم داره که حکومت در مجموع از آغاز از وقتی که حکومت معاقت داره معاقت آمد و مخصوصا بعد ازی که حکومت دوره انتقالی شروع شد تا به امروز یک پروگرامی که متوجه این مطلب باشه که ما چطور دا تولیدات داخلی افغانستان را بلند ببریم که نه تنها احتیاجات خود را در دا داخل افغانستان احتیاجات اولیه خود را رفع کنیم بلکه موفق به این شویم که از داشته های خود در دا داخل افغانستان از تولیدات داخلی خود توسط تجارت بین المللی صادرات داشته باشیم و بیلانس تجارت و در مجموع بیلانس تادیات خود به چی ترتیب به طرف متعادل شدن ببریم اینمی سیاست در افغانستان متاسفانه مطرح نشد من نمیگم مطرح نشد مطرح شد ولی اشاره میکنم بیشتر استاد رفت گفتند که ما باید است که از اقتصاد روستاییش شروع میکنیم به کلی سعی میگردند اینمی کار صورت گرفت ما دو نمونه شه بر شما اینجا جنو چون ما در حکومت بودیم یک قسمتی کارها پیش نظر ما تیر شده ما افغانستان را مدلی که ساخته بودیم از نقطه نظر اقتصاد روستایی و اقتصاد تولیدی که در دا داخل از کدام امکانات تولیدی استفاده کنیم بر صادرات و بر رفع احتیاجات داخلی به یازده منطقه تولیدی و صادراتی تقسیم کردیم و هر یازده منطقه را تمام خصوصیاتش ها مدلش ساختیم و بردیم شخصا خودم به امریکا بردم به امرای وزارت خارجهشان همراه وزارت تجارتشان و غیر مقاماتشان که مسئول به شمول یو اس ای دی آمرش که اگر یک نفر به نام آقای ناسیوس بود وقت مذاکره کردیم که اینی مناطق افغانستان اگر در اینجا کار شود و سرمایه گذاری صورت بگیره که این سرمایه گذاری دو بخش داره زیر بنای هر زون صادراتی و تولیداتی را دولت بسازه و بعد از اون سکتور خصوصی زمینه برش مساعد بشه میشه که بیاید در تولیدات و در امکانات تولیدی هر زون یا هر منطقه سرمایه گذاری صورت میگیره که یک امکاری بین هر دو سکتور بخش اقتصاد ملی که بارد از سکتور عامه باشه و سکتور خصوصی صورت میگیره مثل می که در بسیاری کشورهایی شما امروز در آلمان در میهر جایی سفر, سفر کنید حتی از یک شهر متوسط و کشک تیر یک دفعه تیر میبینید که نشته کرده زون صناعتی در اخیت اینه تو رکیزه ساختن و در اونجا تولید میکنند که دنیا رو گرفته جاپان هم این اینا ده ای ده ده ایده ده ایده کردیم. دیگه کار ما نکردیم دیگه دیگه ما یک چیز برنامه بود به نام R او Z. به نام ریکانسترکشن اپورچونیتی زون که را هم ما میخواستیم در سرحدات افغانستان به کمک امریکای ها پروژه های را بیاریم که نه تنها برای امنیت او مناطق کمک کنه بلکه برای تولیدات تمامی مناطق زیادتر صناعی دستی و زراعت و فرارده های زراعتی و دیگه بود این هم به امریکا رفت اما تمویل تا به امروز نشد نه تنها کردن بلکه حکومت کسانی دیگه که در راس کار قرار گرفتن این مدل‌ها و پروژه ها رو وسو کردن به کلی گفتن نه مش کنین و خط چیز بده زمین میده یک چیز دیگه بسازیم متاسفانه هم افغانستان می عادت است کس نکرد که منار تعقیب کنه به یک نتیجه مثلا و تو راه سر به خود ساختن رو بود سر بسیار کار شده بود سر بسیار انرژی مصرف شده بود تا مدل‌ها بوجود مدل ها از اون خاطر است که او سوال شما که اگر پس بیم که چرا دولت نتوانست تا به امروز امی نان خشک مردم را به یک نان تر تبدیل کنه بغیر از یک تعداد محدودی که اونا از راه هایی که ما شما میفهمیم به چه ترتیب زندگی خود به دست آوردن یعنی بود که ما از آغاز متوجه از این نشدیم که برای بلند بردن سطح زندگی مردم افغانستان باید است که توسط آوردن پروژه های زودرس محل کار و آید ایجاد کنیم که اونمو و محل کار در این زمان تقاضا کننده تولیدات داخلی میشه و مازاد از او به طرف صادرات میره در اینی مدل های خود مناکام مدی من و هیچ کس فکر نکرد علت چی بود؟ امروز گفته میشه پیشتر شما هم گفتین که آقای دکتر اشرفغنی یکی از اقتصادان های کلان افغانستان بود آقای دکتر اشرفغنی اصلا اقتصادان نیست او علوم بشرشناسی خوانده اما از آغاز کار وقتی که اداره موقت خلاص شد و دوره انتقالی آمد اولین کاری از او ای بود که اداره انسجام کمک های بین المللی ساخت و او را زیر قید خود گرفت و برای سه سال تمام کمک های بین المللی همی اداره میکرد چرا این پروژه را به وجود ناورد؟ این سوال باید شود چرا وزارت های اختصاصی اقتصاد پلان یا بازسازی که در او وقت بود چرا اونا به شدن. خب در, سزده در سال گذشته کار گذاشته کارهای انجام مسائل شد کارهای هم نشد ما و شما ببینیم این را مسئلش یکی ای که گفته میشه که از آغاز اداره موقت تا به امروز در افغانستان هیچ کار نشده ای گپ صحیح نیست در بعض بخش ها مخصوصا در چند سال اول بسیار کارهای بنیادی شد اما بیشتر ما از مجبوریم که اداره بسیار قوی یا اداره فعال به وجود بیاریم که اصلا وجود نداشت ما مجبور بودیم که به طرف بازسازی سیاسی زیاد توجه شد که انتخابات بیاید انتخابات پارلمانی به قوانین دیگه تیار شوه که ما یک دفعه یک دولت که اصلا وجود نداره با پای خود استاد کنیم در مسائل اقتصادی که هم یک جزء و اساسی و عمده این کارها است توجه کمتر صورت گرفت و جامعه بین المللی کاره کار کردن جامعه بین المللی شما تو فکر نکنین کل که میفهمند که نبود که هر روز شما 3 تریلیون میگین اگر بگین پول بر افریقا و افغانستان 3 تریلیون مصرف شده خب یک تریلیون از این در افغانستان اما یک بخش عمده از این مصارف نظامی خودشان بود مصارف تمام معاشات اساکر از نا 150 140 هزار هزار بود که به دلار میگرفتند یعنی پولا پس انتقال میکرد به کشور در پروژه ها هم به طور کسایی داده میشد که اون پولا رو پس میبردن خدمت اعظم میشه به اونجا یعنی کوتاهی های بسیار زیادی موجود بود از این خاطر است که ما ای وز از که درست بتانیم از این کمک ها استفاده کنیم در یک دریای بسیار خروشان آشفتگی اقتصادی داخل شدیم و هیچ کس نمیفهمید که از این دریای خروشان به کدام طرف شناق بکنه تا از این بحران خود بیرون بکشه متاسفانه اینی میادت آمد خب حالا رهبرای حکومت وحدت ملی دی نشسته که قرار است روز شنبه برگزار شود چی دستور آور داره گزارش خواهد من فکر میکنم که خوب یک نظر گذرا بود یک سر گذشتن من فکر میکنم که کنفرانسی که شروع میشه فردا شروع میشه با دور در این کنفرانس دو وظیفه بسیار کلان دولت افغانستان داره یک وظیفه شیست که باید است که جامعه جانی که باز هم یک بار دیگر در مورد افغانستان اینجا هفتاد کشور و معصفات بین المللی میایند در افغانستان برازی که پس روزای افغانستان بحث شده افغانستان متاسفانه سالای اخیر تجدید شده بود یک وظیفه کلان حکومت افغانستان است که اینجا ثابت بسازه با استدلال با برهان با پیش کردن تمام اسناد که در اختیار داره که آیا توانسته که تعهدات را که در کنفرانس دوم توکیو و در کنفرانس لندن کرده بود و او را جامعه بین المللی به گذاشته بود که اینی وظایف باید انجام بیتی تا کدام انجام انداز انجام داده اگر میگه که نه ما انجام دادن نتونستیم دلیلش با, دل با, با با اسناد و مدارک قانع کننده به جهان تقدیم بکنه مثلا شاید یکی از چیزا رمیر دلیل بیارن که یک قدر حملات در افغانی در افغانستان زیاد بود یک قدر جنگ ها زیاد بود که ما, نتانستیم نتونستیم که امی وظایف را که بر ما داده شد بنجام برسانیم اما در این زمان باید سی توانایی داشته باشند که در این مجلس قناعت بتن برای کسانی که کمک میکنند افغانستان که بله اینی شواهد ما داریم که ما را پاکستان و ایسای یا هر کسی که هست نماند که ما به مسائل اصلی خود بار که در کانفرانس توکیو و در کانفرانس لندن در اونجا ما به او تعهد سپرده بودیم به او برسیم بلکه از این خاطر ما پس مادیم تشکر. اینی وضایف است که در کنفرانس کانفرانس باید حکومت افغانستان توانایی داشته باشه که به جامعه جهانی ثابت بسازند تا پس جلب اعتماد از اونها به طرف افغانستان جناب استاد در هفته پیشرو یعنی ما دو نشست بزرگ را شاهدش خواد بودیم در کابل که یک نشست همکاری های اقتصادی منطقه ای است یا ریکا که روز پنج شنبه و جمعه در وزارت خارجه برگزار میشه در کنار ازی روز شنبه نشست سام یا نشست که کشورهای کمک کننده در اوجا حضور میفند و از حکومت وحدت ملی گزارش میگیرند تعداد را که حکومت در نشست لندن داشت تعداد را که حکومت در نشست توکیو داشت آنچه که جناب استاد اشاره کردن که ممکن حکومت افغانستان بر از موارد را اشاره کنه که سبب شدن نتونن به تعدادشان پایبند باشن و تعدادشان عملی بکنن فکر میکنین این دلایل میتونه قناعت کشورهای کمک کننده را فراهم بکنه و باز هم و متعهد باشن به ادامه کمک هایشان کمک های جامعه جهانی همواره مرتبط بوده به میزان حکومتداری خوب در افغانستان و این چیز جدیدی نیست در هر کنفرانس بین المللی جامعه جهانی از افغانستان خواسته است که در راستای حکومتداری خوب باید برنامه ریزی های دقیق و گام های عملی داشته باشه اما در اینجا ما فکر میکنم که چند مورد عمده هست که یک مقدار در جلب همکاری جامعه جهانی برای افغانستان ایجاد یاس میکنه و آن مسئله حکومتداری خوب است در بحث حکومتداری خوب چند نکته است که جامعه جهانی با سوزن زن به افغانستان نگاه خواهد کرد یک حکومت هنوز نتوانسته است که در تمام ولایت ها والیان را تعیین کنه حکومت هنوز نتوانسته است که یکی از نادهای مهمی که برای مبارزه با فساد میتونه کار کنه سارین والی است خب لوی سارین وال هنوز سرپرست است یک مسئله دیگر برگزاری انتخابات پارلمانی هست که هنوز معلوم نیست چی وقت برگزار میشه در آوردن اصلاحات در قانون انتخابات هم حکومت به شدت عقب است و از همه مهمتر مسئله دیگر این است که این حکومت که از آغاز مدعی بهبود و از اقتصاد بود اینجا استادان بزرگوار تشریف دارند هیچ برنامه ریزی اقتصادی و اصلا هیچ برنامه ریزی در هیچ عرصه بدون در اختیار داشتن آمار چنان که باید از لازه علمی ممکن نیست نخستین وظیفه این حکومت باید این می بود پس از تعیین وزیران که به توضیح شناسنامه می پرداخت توضیح شناسنامه سبب می شد که به حکومت معلوم بشه گروه های سینی افغانستان میزان نفوس در شهر و روستا، میزان تراکم جمعیت در کدام منطقه ها میزان سواد تشخیص نیروی کار همین ترتیب اگر فرست اضاف کنه بسیار چیزهای دیگر هم از لحاظ آماری روشن میکنه این شناسنما تنها یک, یک سند نیست که نشان بده شما شهروند افغانستان هستیم در واقع نوع سروی در چندین عرصه زندگی هر خانواده خب خب است. در... وقتی این آمار رو حکومت در اختیار میداشت میتونست که راحت برنامه ریزی کنه در راستای بهبود و وضع اقتصادی بتوید. خب توجه نداد، نشان ندادن به همین شناس، توضیح شناسنامه کم, کم،, کم از کم یکی از دلیل هاییست که میشه بگوین که این حکومت چونان که ادعا میکنه اقتصادگران نیست و یا ظرفیت و توانایی لازم را برای مدیریت اقتصادی نداره و خب، در این روز هم یکی از مسئله جنجالی میان جامعه جانی و افغانستان امی توضیح شناسنامه جامعه جانی میدانه که توضیح شناسنامه این مزیت ها را برای توصیه و بیبود داره بنابراین به هر یک از این عرصه ها که جامعه جانی انگوش بگذاره حکومت افغانستان پاسخ قانع کننده برای جامعی تشکر جناب استاد فکر نمی کنین که هنوز هم حکومت وحدت ملی فرصت دیگی پیشرو دارد تا ای که بتانه تعهد جامعه جهانی رو دوباره بدست بیاره. امین نشست ریکا است. که نماینده های 75 کشور جهان اینجا می حضور می و برای برنامه های اقتصادی که حکومت داره تعهد کمک مالی می کنند تاکید از حرف پیشترم که باید سر, سر اقتصاد روستایی و مسئله فقرزایی باید کار شود می خواهیم به جواب شما برم که عمدتا اه... یکی از شراکرنده های خارجی اه... کنفرانس تصادفاً فقط چند سال پیش ملاقات کردم او از وضعیت وز فقر و پول از ما پرسید چیزی را که این کنفرانس و دوستای کنفرانس ما در حقیقت زیاد به اون نگران هستند وضعیت نابسامان ارزشی پولی و بنرفتن سطح قیمت ها که در حقیقت قیمت ها پادشاه بازار است و در سطح فقر نشان میده ما برشان یک ارقام نشان دادم که ما در حدود 146 میلیارد افغانی دوران پولی پولی داریم در بازار که 554 میلیارد افغانی جین پی ما را جذب میکنه که در قص سرعت دوران پولی ما 446 است فعلا مارکت واچ کار را که انجام داد ای است که فعلا در بازار به 392 میلیارد افغانی بلند شده یعنی 146 به 392 میلیارد افغانی آمده که برابر کنه 446 که در شما این به که میلیارد باید ارزش پولی پایین بیا دو چند شوم که متاسفانه که اگر ما میم که خدا کنه که این تعلیل ما اشتباه برای اگر اوتو شوه ما به زودترین فرصت یک دلار در مقابل 110 افغانی شما تبادله میشینین که این مسئله مسئله خطرناکتر از وقت دکتر نجیب است دکتر نجیب الله در اول فقط یک افغانی یک دلار در مقابل 75 افغانی قبول کرد دو ماه بعد به 200 افغانی رسید و شش ماه بعد به 1200 افغانی رسید که یکی از علتهای سقوط دکتر نجیب الله همو مسئله بود از این لحاظ متاسفانه من نمیفهم چرا وقتی که زاومت حکومت ملی وحدت ملی افغانستان از دانش حرف نه چرا با داشتن؟ با دانستن چنین چیز حرکت های انجام داده نمیتونن که حرکت بکنن من فکر می که خارجی ها در 14 سال چی که در 40 سال های ما را شنیده و خصوص در 14 سال حرف ما شنیده ما همیشه های زیبا داریم ما همیشه شیرگونه حرف میزنیم ما همیشه میتونیم داستان خوب بسازیم. امیدوار هستین برای ولی... تایج نه. نه خیر ما میگم که ریکا در پنج کنفرانس دیگه که ریکا بوده خونسا بوده ما داره که نه ریکا نه ریک ایکو نه سارک هیچ اینا بر بر افغانستان کار نشده تمامی این ایکو ای 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 و سارک کشورهایی که با ما تعهدات دارند در مقابل ما امینا در قد باعث ضربه زدن اقتصادی ما میشن ما داره که اینا یک تیوری به نام تیوری فقیرسازی همسایه به کار میبرن متوجه باشون قرن بسیار قرن مفاد است هیچ دشمن دائمی و هیچ دوست دائمی وجود ندارد مگر منفعت دائمی هیچ کشوری نمیتونه منافع ملی خود بر ما ترک کنه پاکستان ایران هر کدام از اینا دارای یک استراتژی معین منطقوی هستند که تعریف ملی دارن ما بازم تا حال ده بار گفتیم یک بار دیگه از شما میگم برای آقای غنی برای آقای عبدالله که لطفا استراتژی منطقوی تونه بسازین یعنی مانا داره که منافع تونه در پاکستان و در ایران و در تمام کشورهای همسایه با تعریف کنین که منافع ما چیگونه است و در صورتی که تغییر کنه ما چیگونه به حرکت کنیم ملی نباشیم شما در باز هم ببینین که باز ما پیشنهاد میکنیم ما باز هم گداگونه پیشنهاد میکنیم مانا داره که در صورت که اگر ما تولید می در صورت اگر ما ثبات نسبی ارزشی پولی می داشتیم در صورت که اگر ما کم فقر زدایی را در صورت که اگر ما سطح استخدام کمی کم بلندتر می بردیم مانا داره که ما مدیریت کامل درست داریم ما یک سوال میکنم از رب، از در صورتی که برنامه اقتصادی داری که معاملات یالایالا یالا کردیم در که به دو برنامه دارن این برنامه اقتصادی از اینا در بعض موارد مخالفه کردی هستن در حقیقت میتونه تعداب اساسی استراتژی اقتصاد ملی و انکشاف ملی افغانستان شوه چرا در یک سال دو برنامه کردیتون دارین نتونست این دو برنامه یک برنامه بسازیم ولی که برای اشتباه می بود خب دارای یک استراتژیک می بودین. ما اولین کشور در تمام کارهای دنیا هستیم که دارای فاقد یک استراتژی انکشاف ملی هستیم ما کشور هستیم از این لحاظ ما امیل نه فهمیم ما نه که دولت افغانستان کجا میره این قیفه قیفر تقویم میکنه یا صنایع ثقیله این معادن دقت در میگیره یا زراعت ببینید که عمدتاً شاخص های اساسی کنفرانس های بین برای ما چند شاخص تعیین کرده بود زراعت ترانزیت معادن و بعضا ما میفتیم که امی توریزم سیاس در سه ازی کنفرانس توکیو ما تعهد کردیم برشون در کنفرانس لندن هم ما تعهد کردیم و گفتیم که ما تا سال 2013 جناب عزیز و مشنگ دستو سال 2013 ما تمامی بودجه عادی خود از طریق منابع داخلی و را ها این متوجه باشین که این در حقیقت سوای تمویل کردن اردو ما از جانب ما است این اردو را کل دنیا بوده مسئولیت گرفته تنها ملکی را ما کار می داشتیم ما چرا چنین چیز نتونستیم چرا ما معادن خود نتونستیم به با ببریم آیا خوب بود که مادن... مثلا من یک... یک مثال کوچک میگم در صفات در صفات شمال کشور در میروزا یک دستگاه برق گازی جور میشه که 75 میلیارد از بانک جهانی داد بچه ما کارش میکنن چند روز بعد میکشه بیرون چل مگاوات برق میده بدن من. من میگم چرا چنین کار را انجام نتونستیم که رفتین به چنین کارهایی از این لحاظ میگم که در صورتی که ما رای خود روشن نفهمیم در صورت شما فهمین که وقتی شما استراتژی میگین استراتژی کوم چیز دیگه نیست به این نقشه رای حرکت برای یک گروپ و برای یک دولت که نهایی باشه و تاندازی تا مدت این میره میگن استراتژی آیا چگونه شما میفهمین که این می دولت کجا میره ولی شکار. من می من که این دولت کدام نظام قبول کرده کدام سیستم قبول کرده در کجا میره کی رقم میکنه و از این لحاظ مشکل است که شما حتی تحلیل کنین که چنین است ما فقط یک جمعه، یک جمله زیاد که باز میگم که تمام افغانستان در در قصر سپیدار و در بسنده نمیگم بس نیست بیرون از دو تا قصر افغانستان است بیرون از قصر فقر اوج میزنه بیرون از قصر است که بیکاری هاوچ میکنه بیرون از قصر است که از 70 65 درصد معبوبیت به 15 درصد مابودیت پایین میاد. تشکر جناب دکتر در چنین وضعیتی که استاد هم اشاره کردن که فقر اوج میزنه و سطح بیکاری هم بدون شک که خیلی بلند است از میزان فرار جوانا معلوم میشه که خب سطح فقر و بیکاری چقدر است حال با این دو نشسته که قرار است در کابل برگزار شود حکومت چگونه میتونه از این دو نشست استفاده کنه و یک بار دیگر تعداد کشورهای کمک کننده را در قسمت پروژه های بزرگی که زیر کار از در افغانستان مثل پروژه کاسا یگزار مثل پروژه تاپی یک بار دیگر تعداد کشورها را با خود داشته باشد تا این پروژه ها حداقل عملی شود در رابطه با این مسائل خو ما شرایط بسیار ایدئال اگر تصویر بکنیم مسلما همه چیزها باید در و منطقی و عادی و نرمال شرکت پیدا بکنه اما ما دو مشکل در داخل افغانستان داریم یکی مشکل وضع امنیتی ماست که واقعا مشکلات بسیار جدی برای پروژه های اقتصادی ما بر ساختارها و زیر ساختهای ما ایجاد کرده که در برنامه و سیاست های کشور همسایه کاملا مبرهن روشن شده و منعکس است و ثانیا حکومت موازنه قدرت در داخل افغانستان یه دو عامل عامل بازدارنده است برای انکشاف اقتصادی در غیر از اون نقاطی که آغاز شده و پروژه هایی که به تفاهم رسیده شده روی هم رفته دنیا در موجودیت خودش خودش با دانایی به ای که حکومت تشکیل و ترکیب موازنه قدرت با یک سلسله خواستهای مشخص در محوریت و نمو محدوده و مراکز قدرت معین میچرخند روی هم رفته دست ما را دست پای ما ای بسته کرده در داخل افغانستان و حکومت واقعا دهی رابطه نمیتونه حرکت های لازم و سالم را پیش برداره. مرز است که امی عمدتا دنیا وقتی که مشکلات ایجاد میشه وقتی که پرابلم ها عرض وجود میکنه پروژه ها میمونه روی هم رفته جامعه مدنی کلوپ های فکری اینا هستند که تشکل پیدا میکنن انسجام پیدا میکنن واقعا میتونن دولت راهنمایی بکنن واقعا حکومت به اصلاح جهاد بتن بتن روی هم رفته سه مشکل جامعه مدنی و های فکری ما متاسفانه شکل نگرفت یک جهت و به شکل از اشکال تأثیر گذار بودی مهورا و مراکز قدرت داری پاکستان دو و سیام داخل دولت مشکلات داخل دولت به هر صورت یک گپ نیک است یک گپ خوب است وقتی که کنفرانس صورت میگره کارایی که صورت گرفته این محدوده و در درمی چوکات اما حد معینه وقتی که دولت افغانستان بتانه تعهد خود را و یک مقدار اگر کارهایی که انجام ندادن او را تعهد بکنن در جهت انجام دادنش و امیدوار هستم که سرای حکومت سران حکومت واقعا این موضوع به خاطر خیر و فلای افغانستان که خودشون جزء از افغانستان و بزرگ هستند اینا به خاطر مسائل و منافع افغانستان این موضوع را در نظر بگیرن و تعهدات لازم برای اجرای از داشته باشند بگذار که مقامات و موقفا مورد مخالفت باشه اما مسائل و منافع ملی افغانستان خطوط بسیار روشن و دقیق است که باید به با او خطوط اینا اقتدا بکنند سوای از او قسم که گفته شد در اینجا فروکش میکنه اعتبار اعتماد از اینا تا که باز برابط بین المللی خود دوباره آدم حاکم بسازه اگر اگر یک ضرور مسئله است که وقتی میگه با بالای قدرت رفتید با و نه با, با مو محبت با مردم نگاه کو که دوباره پس پایین می یا زمامدارا باید بدانن که فردا واقعا در موقعیت قرار می که باز با مردم خاط بودن اگر زندگی با مردم بکنن روی هم رفته امیدوار هستیم که با درسگیری از گذشته با این فقر و بیکاری فکر و فرار جوان ما از کشور اینا درس های لازم خود را گرفته باشند و ضمن متفکرین ما اندیشمند های ما به صورت ای و به صورت فرینی برکه به صورت یک محور فکری علمی چه اقتصادی چه سیاسی اجتماعی را اینا را یک انسجام ملی ایجاد کنند در محوریت فکر و منطق و علم تا شوه تاثیرگذار گذار بالای رهبرای حکومت وحدت تشکر تومی. جناب فرهنگ به عنوان نتیجه گیری اگر شما با نظر داشته بحث که امروز شد بدون شک که کمی ها و کاس های در برنامه های اقتصادی حکومت وجود داشته و با امیدواری هایی که در قسمت ای دو نشست وجود داره فکر میکنین که میتونه رهبر های حکومت افغانستان سرانجام موفق و وضعیت اقتصادی را تغییر بتن یا انتظار شما بدتر از وضعیت فعلی خواد باشه خب من نمیخوایم که قدر در مسائل بدبینانه قضاوت کنه که بگویم که همه چیز از دست رفته و هیچ امکانات برای حکومت افغانستان باقی نیست تا هزار به نفع خود برگردانه امکانات وجود داره اما این بستگی داره به مهارت و در عین زمان به کارکرد خود حکومت وحدت ملی متاسفانه ایره باید از کل ما اعتراف کنیم که در ظرف نو ماهی که حکومت وحدت ملی تشکیل شده تا به حال یک اقدام یا یک حرکت در داخل افغانستان که او تأثیر گذار باشه بالای اوضاع اقتصادی افغانستان تاثیر مثبت مکزنم است این دیده هنوز نشده خب بین ما شما کلی گپاش زده شد که فقر زیاد شده و مهمتر از این است که او طبقه متوسطی که موتور اصلی یک جامعه برای پیش برد اقتصادی می باشه طبقه متوسط که آیست آیستان جان می گرفت در این مدت پانزده سال یک اندازه خود کلان ساخته بود ای هم متوقف شده طبقه متوسط ما پس غریب میشه به طرف غربت میره چرا که کار نیز بار نیز تعداد زیاد مردم مؤسسات بین المللی بودن خب ممالک ما خارجی بودن و بودن و کارهای خود از دست دادن این مهاجرت ها رو ببینید که جوانان ما میره دیگه میره کلی صدمات اقتصادی که میبینیم با تمام همین مشکلاتی که هست ما امیدواری کلان بزرگ ما که بتانن همیز مامداران ما در جریان همین دو نشست کلانی که هست مخصوصا دومش که پس یک بار دیگر با جامعه بین المللی ما روبرو میشیم قناعت از اونا را حاصل کنند که شما ادامه بتین و ما تنها به این کفایت نمی کنم که پس تعهد گرفته شود بلکه باید است که از اونا اونا طور مقانی شوند که تادیه بکنند ما شما می که یک کمک اقتصادی که میشه از طرف جهان اول وعده داده میشه با وعده را در جای دیگه به تعهد تبدیل میکنه این دیگه هم هیچ به درد تا وقتی که او واقعا تادیه نشه اینال ما در مرحله هستیم که تعهد اونا کردن تادیه باید بکنن برای تادیه تا کردن از اون نمو چیزایی که پیشتر گفتیم که تعویضات رو که افغانستان کرده بود برآورده میساد حالا که برآورده اگر شده یک اندازه باید استشری کنند و اگر نشده باید دلایل مقنعه بگوید این رو باید ما شما بفهمیم که جامعه بین المللی کل ما شما اونا پول خود را غزلک نمیکنه اینطور و او سالهای اول هم که بود که ما بسیار نازدانه بودیم و هر گپ ما را قبول میکردن و چون ضربه دیده بودن دیگه دیده بودن آل او اسرام گذاشته آل سر هر قرانی که اینا میتن بسیار فکر میکنند که تو چی کردی کجا و چی داری در پیش روی پروگرام که ما این پول برد بتیم این اینجاست که مهارت دولت افغانستان در امی کانفرانس ها معلوم میشه که تا کدام اندازه میتونه پس جلب اعتماد جامعه بین المللی بکنه و این روند کمک ها رو پس آهسته آهسته سریتر بسازه که ما از یالت بیرون برایم تشکر مهمانان گرامی از حضورتان در بحث بیننده های گرامی از شما هم تشکر که تا این دم بیننده گفتمان بودین تا گفتمان بعد الان نگهدار